سلام بچه ها، چطور؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. من بعدم بعد از یه تایم یکم طولانی، اول از همه بگم سالونتون خیلی مبارک. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید امسال. واسه من که قشنگ با مریضی همینجوری همراه بود امسال، نصف بیشتر عید من مریض بودم و انقدر برنامه داشتم قبل عید، اینجوری بودم که آره میخوام سعیم بکنم هر روز ویدیو بذارم توی ایام عید و فلان و اینا، یه دونه کلا قبل عید گذاشتم. امسال انقدر عید عجیبی بود، رسما من هیچ کاری نکردم، حتی لحظه سال تحویل باور کنید من رو تخت دراز کشیده بودم، یعنی حتی از جام پا نشدم که مثلا حالا برم بشینم. لحظه سال تحویل هم همینجوری من اینجوری دراز کشیده بودم، کلا چیز بودم دیگه. وسطاش هم که سرما خوردم، حالا مثلا اینکه میگن سرما خوردگی نیستش، ویروس جدیده، خیلی مراقب خودتون باشین. به خاطر اینکه تو ایام عید من استوری هر کیو باز میکردم تو اینستا، به طرز عجیبی همه مریض بودن و واقعا انگار ویروسی که بچه‌ها زده بود تو سرما خوردگی نیستش، ویروس جدیده، همه مریضن قشنگ. منتها نسبت به تجربه مریضی های قبلی که داشتم، مثلا سرما خورده بودم، این خیلی سبکتر بود نسبت به قبلی ها، چون کل 1401 من قصر در رفتم از مریضی، ولی توی 1400 سه بار خیلی بدجور مریض شدم، یه دفعش هم که کرونا بود، اصلا کلا خیلی بد بود. 1401 اصلا سرمایه نخوردم، مریض نشدم، خیلی قصر در رفتم. 1402 یقمو گرفت مریضی دوباره. آره خلاصه عید من اینجوری گذشت، کلا جایی نرفتم، ما رفت بودیم شمال، کلا من خونه بودم، فقط یه دو دفعه رفتیم کاسپین، به جز اون همجوری کلا دیگه کل عیدو تو خونه بودم و اینا. تا الان که دیگه برگشتیم یم اصلا نتونستم درست حسابی ولاگی بگیرم، چیزی کاری بکنم همینجوری. الان هنوز خوب شدم تقریبا، منتها یه کوچولو هنوز گلوم حالت سرفه داره که مثلا بخوام سرفه کنم. این نور اتاقم، ببخشید من روزا این نورش خیلی زیاده، خیلی بدجور میشه ویدیوها و دیگه مجبوریم دیگه کاشتم چیکار. آره خلاصه من کل عیدم به طرز عجیبی با مریضی گذشت، خیلی عجیب، خیلی مسخره بود واقعا که عید مثلا تو عید مریض باشی. حالا هنوز سرفه هم میگیره یکم، در کل خوبم، میگم هنوز یه ذره گلوم یه جوریه، یه حالت انگار خشکه، یه حالت سرفه طور داره. بعد بدبختی من یه مقاومت عجیبی نسبت به دارو و دکتر و اینا دارم، حتی دکتر آنلاین رفتم مریض شدم که دکترم خیلی خوب، من دکتره که خیلی دارو بدن خیلی بدم میاد، به خاطر اینکه بیشتر آدمو میندازن به نظرم، یعنی بیشتر میفتی همش دارو رو بخوری، همش باید دارو رو هی بخوری میفتی همش باید بخوابی. بعد من مریض میشم دوست ندارم بیفتم همش بخوابم، یعنی خیلی حس این بیشتر من مثلا چیز تر میکنه میندازم اینا. بعد آره دیگه خلاصه که عیدم اینجوری گذشت با مریضی و اینا. بعد میگم یه دو دفعه فقط کاسپیان رفتم که اونو حالا اگه دوست داشته باشه چیزایی که خریدامو مثلا میدونم خرید دوست دارید، ویدیوهایی که خرید نشون میدم خوب ویو میخوره، خرید من میدونم دوست دارید. آره حالا اگه دوست داشته باشین مثلا چیزایی که گرفتم از کاسپیان رو بهتون نشون بدم تو این ولاگ، یکم با هم حرف بزنیم، یه مدت نبودم دلم تنگ شده. اول از همه یه دوتا حوله گرفتم، حالا بذارید بگم واسه چی. یه تصمیم که گرفتم اینه که مصرف دستمال کاغذی بود تو سال جدید به حد اقل برسونم، به خاطر اینکه من خیلی مصرف دستمال کاغذی بالاست، یعنی چون هم دستم خیلی میشورم هم صورتم خیلی میشورم، بعد هر سری مثلا دستمال کاغذ خیلی مصرف دارم دستمال کاغذی. گفتم که آقا، بعد یه جا هم خونده بودم میگفتش که فکر نکنید حالا مثلا دستمال کاغذی رو میزنید به صورتتون، صورتتون رو خشک میکنید، بعد اینکه مثلا صورتتون رو شستید خیلی مثلا کار تمیز و مثلا اون دستمال کاغذی دیگه هیچ آلودگی نداره، خیلی اوکی و اینا، فکر نکنید اینجوری. یه جا داشتم اون سر میخوندم، بهتره مثلا پوست صورتتون رو با یه حوله خیلی لطیف خشک کنین که
حتی اینو من نگرفتم، اینو یه حله بزرگ بود که مامانم گرفته بود از این حله‌ها که مثلا کلاه و اینا داره، این حله کوچولوه داخلش بود، بعد خیلی نرمه. حالا متاسفانه نمیشه از اینجا نرمیشو نشون داد، ولی خیلی نرمه این. گفتم خب باشه من اینو میذارم صورتم رو از این به بعد باش خوش میکنم که اینجوری راحت‌تر هر روزم مثلا میتونم بشورمش. این یکی هم گرفتم برای دستم، یعنی حتی یه دونه داشتم، اینو داشتم قبلا، دستم رو با این مثلا سرم کردم خوش کنم، ولی بازم اکثر موقع دست کاغذی برمیشم. حالا اینو گرفتم واسه دستم، اینم گرفتم از مامانم که از این به بعد صورتم رو با این خوش کنم. چون میگم خیلی دستم کاغذی من مصرف میکنم، جدای از واسه دست شستن و صورت شستن و مثلا چیزای دیگه هم همش همجوری دارم دستم کاغذی اصراف میکنم، بعد در مصرف دستم کاغذی صرف جوری کنم. خب چیزای دیگه هم که گرفتم، یه دوتا روش گرفتم، یه دونه اینه، یه دونه اینه، این دوتا، یه دونه چیز پالت سایه، یه دونه این براشش رو سری قبل بزرگش رو واسه یه مثلا کرم پودر رو اینا گرفته بودم، باید خیلی خوب بود. این سری رفتم این براش کانسیلرش رو گرفتم چون نداشتم، خیلی خوبه، خیلی براش خوبیه. آره دیگه چی گرفتم؟ آها 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 یه پتو گرفتم، پتو بنفش خیلی زیبا. آره یه پتو بنفش گرفتم، بعد دیگه آها شلوارک گرفتم یه دواست. تو من چتریمو کوتاه کردم، باز موام چسبید کف زدم. تنها راه حلش به نظرم اینه که من موام کوتاه کنم، من نمیدونم کی قرار انجامش بدم چون دلم نمیاد. حالا یه چیز دیگه که گرفتم این شلوارکه را سته با این راستی میخورن به هم، الان دیدم. آره یه دونه اینو گرفتم، یه دونه اینو گرفتم، دوتا شلوارکه. کلن این شلوارک ها کیفیت زندگی آدم افزایش میدن، خیلی رها، خوب، جادار، مطمئن، خیلی خوبه. کلن آره این شلوارک ها بگید بپوشید خیلی راحتن. دوتا از همین تیشرت های نیمتنه ای گرفتم، این هم زیاد میپوشم چون خیلی راحتن. یکی نیست به من بگه خود چرا میخوای اینا رو نشون بدی، همه رو یه هایی نمیاری بذاری در دست دونه دونه پاشی بیاری. یه دونه اسپره گرفتم، این خوبه، خوشبوه، میتونید جای دیدید بگیرید. اینم اینه دیگه، دونه اینه، یه دونه اینه. راحته، خونکه، راحته کلن، چون من خیلی آدم گرماییم، به شدت آدم گرماییم، بعد واسه همین کلن کم پیش میاد مثلا بخوام آسیم بولم مثلا تو خونه بپوشم. یه هدف دیگه ایم که واسه سال جدید خیلی دلم میخواد انجامش بدم و تا الان خیلی زشته که به تعویق انداختمش، رانندگیه. من خیلی وقت گواهی نامامو گرفتم، الان فکر کنم بذارید نگاه کنم ببینم گواهینامه که یه لحظه واسه. خب ببین من سال 99 گواهینامه رو گرفتم، خب بعد من هنوز نشستم، یعنی نمیدونم، یه حس ترس شاید، نمیدونم، ولی هنوز نشستم. یعنی سال 99 که من گواهینامه رو گرفتم، من رانندگی نمی کنم و دوست دارم یکی از اهداف سال 1402 این باشه که بشینم رانندگی کنم، ولی نمیدونم، یعنی نمیتونم قول بدم، ولی میخوام سعی خودم بکنم که واقعا انجامش بدم، این ترس رو بذارم کنار، چون خیلی خوب میشه، به خصوص واسه منی که یه ذره با تنهایی بیرون رفتن خیلی مشکل دارم. این که بخوام رانندگی کنم خیلی واسم خوبه که مثلا اگه جایی میخوام برم آدم با ماشین برم خیلی راحت تره و اینا، اون حس تنهایی میدونی، اون من خیلی احساس ناامنی میکنم معمولا تو خیاب، نمیدونم الان خرس گنده شدم، 23 سالمه، ولی هنوز واقعا یه حس چیزی دارم نسبت به اینکه بخوام تنها بیرون برم. اکثر مثلا میرم بیرون که با دوستان میرم دیگه، مثلا خیلی کم پیش میاد بخوام تنهایی برم بیرون، حس خوبی ندارم. یادم رانندگی بکنه راحت تو ماشین میگیره میشینه، حالا مثلا هر جا خواست میره میگه، ولی یکی از واجب ترین کارهایی که به نظرم نیاز انجام بدم رانندگیه. و میگم خیلی زشته که من از سال 99 گواهینامه‌مو گرفتم الان 23 سالم هنوز نمیشینم،
خیلی زشته. امیدوارم که بتونم اینو انجامش بدم. یه چیز دیگه که هر سال به خودم قول میدم که مثلا توی سال جدید بخوام انجامش بدم اینه که یکم بیشتر اجتماعی شم، بیشتر برم بیرون، نمیدونم کار مفید انجام بدم، ولی خب هیچ وقت انجامش نمیدم. یعنی در حد مثلا اینجوریه که در حد قول دادنه که آره من یکی از اهدافم امسال اینه که این کار رو انجام بدم، ولی معمولا انجامش نمیدم. ولی نمیدونم دیگه، حالا سعیمو میکنم. خیلی کار سختیه، نمیدونم، معاشرت کردن واسه من خیلی کار سختیه. نمیدونم و مشکل منه، واقعا کار سختیه واسه من. اینجوری نیستم که نتونم با آدم و ارتباط برقرار کنم، اصلا این شکلی نیستم. خب یعنی مثلا میدونین معاشرت کردن انگار دوست ندارم که برم بیرون مثلا با آدم معاشرت کنم و مثلا آدم های جدید ببینم، اینا رو مثلا دوست ندارم. خب ولی این شکلی هم نیستم آدمی باشم که یعنی خیلی کم حرف باشم یا نتونم یا خجالت بکشم مثلا. این چی میگم؟ اتفاقا آدمی هم که شاید توی یه محیط جدید برم خیلی سریع میتونم دوست پیدا کنم، معمولا خیلی سریع مثلا میتونم با آدم مثلا ارتباط برقرار بکنم. یعنی اینجوری نیستم که ناتوان باشم در انجامش. خب میگم چون معمولا دوست ندارم توی جامعه تنها باشنم. خب برعکس این که آدم توی خونه دوست داره همش تو حال خودش باشه، تنها باشه و اینا، من آدمی که توی جامعه معمولا ترجیح میدم که تنها نباشم، چون تنهایی خیلی سخته وقتی توی یه جامعه قرار میگیری بیرون از محیط خونه، مثلا توی دانشگاه یا مثلا هر جای دیگه. خب تنها بودن خیلی سخته، این که واسه من اینجوریه. منتها در کل این که مثلا خیلی بخوام با آدمای جدید معاشرت کنم اینا دوست ندارم، ولی میگم آدمی هم که خیلی سریع اگه بخوام خیلی سریع مثلا میتونم دوست پیدا کنم. مثلا میگم تو دانشگاه، من موقعی که دانشگاه میرفتم اینجوری بودم که خب تو مدرسه تا قبلش دوستات هستن، خیلی خوبه محیط مدرسه، ولی خب موقعی که تو مدرسه تو عوض میکنی سخته. یعنی اولش هیچکیو نمیشناسی، همه واسات غریبن، خیلی حس بدی داره و این سنگینیه، این حس غریبی که میکنی خیلی بده. مثلا تو دانشگاه هم جوری بودم که اوکی من دارم میرم توی یه محیط جدید و نمیخوام که کل اون تایممو تنهایی بگذرونم، تنهایی برم بیام. مثلا این چی میگم، اینجوری هم که توی یه همچین شرایطی توی همچین محیطی به جنب و جوش میافتم که آره من سریع دوست پیدا میکنم که تنهایی نخوام مثلا بگذرونم. ببخشید. آره ولی میگم از یه طرفم اگه احساس نیاز نکنم، مثلا الان که حالا مثلا دانشگاهم تموم شده میتونم تو خونه بمونم، اینجوری نیستم که بخوام مثلا با آدم های جدید معاشرت کنم و ارتباط بگیرم. ولی میگم حالا یه بار این تعریف میکنم واسه تون از خاطرات دانشگاه و نمیدونم اینا واسه تون تعریف میکنم بعد یه بار. و یه چیز دیگه ای هم که هست، شما وقتی وارد محیط دانشگاه، ببین توی مدرسه تا موقعی که مثلا مدرسه میری یه جورایی بچه ها هم فرهنگا به هم میخوره. میدونی من قبلا اصلا متوجه این نبودم، تفاوت فرهنگی و مثلا این اصلا متوجه. مثلا خیلی وقتا مامانم میگفت که آره مثلا تفاوت فرهنگی خیلی بده، مثلا دو نفر بعد از این لحاظ مثلا به هم بخورن و اینا، من اصلا متوجه حرف مامانم نبودم. تو دانشگاه که اون موقع رفتم قشنگ مثل چی این واقعیت کوبیده شد توی صورتم. خب یعنی توی موقعی که حالا مثلا مدرسه میری بچه‌ها تقریبا همه از یه منطقه‌ن، خب فرهنگاتون به هم نزدیکه، میخوره، طرز فکراتون باز به هم نزدیکتر و اینا. مثلا تو دانشگاه بری بالاخره از هر جایی مثلا ممکنه اومده و تفاوت فرهنگی خب واقعا وجود داره. آدم حالا مثلا توی چه شرایطی بزرگ شده باشن، مثلا طرز فکرشون چجوری و اینا، این تو دانشگاه خیلی بیشتر مثلا متوجهش میشی. خب یه چیزی مثلا واسه تو جا افتاده از بچگی، مثلا این کارو بد میدونی،
بعد مثلا تو دانشگاه یکی دیگر مثلا میبینی یه سری کارهایی، مثلا من یه سری ها میدیدم یه سری کارهایی میکردن، بعد من همش اینجوری بودم، اصلا مثلا قابل درکی نبود. بعد اوایل میگم، حالا من یه ذره اوایل مثلا فهم دانشگاه خیلی هول زدم سر همین، الان داشتم بهتون میگفتم که اینجوری هم که میخوام توی یه محیط جدید برم دوست پیدا کنم، قشنگ مثلا من اینجوری بود که من خیلی هول زدم و اولش یکم، حالا نمیدونم، فکر نمیکنم ویدیومو ببینن، اولش یکم با آدمای اشتباهی مثلا دوست شدم که اصلا نمیخوردیم. مثلا من دوست صمیمی مریمه، خب، و با مریم ما از اول دبیرستان با هم دوستیم، کلن دوستای صمیمی تعدادشون کمه، دوستای که خیلی از نظرم صمیمی باشن تعدادشون کمه، یه آتنا، یه مریم، یه زهرای، مثلا یه چند تا از دوستام هستن که مثلا خیلی باهاشون صمیمیم، ولی یه ذره شاید این کارم اشتباه باشه. اون سری مریم گفتم، میگفتم میرم توی یه محیط جدید، میخوام سری دوست پیدا کنم و ذهنیتم این شکلیه که اوکی این آدما قرار نیستن دوستای خیلی صمیمی و چیزی باشن واسه من، نه من فقط میخوام الان توی این محیط تنها نباشم. اینجوری میگم خلاصه میشن به اون موقعیت زمانی و مکانی اون آدما، یعنی اینجوری هم که از اول موضعم مشخصه با اون آدما. مثلا مریم اون سری میگفتش که آره این خیلی ناراحتم میکنه که یه سری ها رو خیلی باهاشون یه تایمی صمیمی بودم، الان حتی مثلا پیام نمیدن حالمو بپرسن. و من اینجوری بودم که من اصلا مهم نیستش مثلا طرف پیام نده به من و حال منو نپرسه، خیلی اوکیه واسم، چون از اول موضعم توی دوستی با اون طرف مشخص بوده. یعنی اینجوری بودم که اوکی تو مثلا من دوستم باهات، ولی دوستی نیستش که من بخوام ادامش بدم. مثلا میدونین دوستی ادامه دار میشه مثلا دوستی من و مریم یا دوستم آتنا، که ما مدرسه هامون هم حتی جدا شد سال پیش دانشگاهی یا تو دانشگاه و اینا، ما حتی رشته هامون هم مثل هم نبود، رشته های تحصیلیمون هم فرق کرد، ولی همچنان با هم دوست مونده بودیم. خب این موضوعت مشخصه با طرف، اینو انتخاب کردی که دوست صمیمیت باشه حالا تا هر وقت، میدونی چی میگم؟ ولی یه سری من موضوعم از اول مشخصه، اینجوری هم که من الان توی این محیطم و نیاز دارم که با یه سری ارتباط برقرار کنم واسه اینکه تنها نباشم. میگم شاید یه ذره بدجنس تورانه باشه این طرز فکر من، میدونی چی میگم؟ ولی موضوعم مشخصه، واسه همین این آدما الان خیلی هاشون هستن که شاید تو اینستا مثلا فالوشون دارم، استوریاشون رو ببینم، پستاشون رو ببینم، یه تایمی چون هم کلاسیم بود، دوستم بود، خیلی با هم صمیمی بودیم، میرفتیم میومدیم، ولی الان در حد اینه که شاید من یه پستشون رو مثلا لایک کنم یا استوریشون رو ببینم، حتی سال یه بار پیام نمیدیم حال هم دیگر بپرسیم. ولی مثلا با این موضوع مشکل ندارم. موضوعتون رو با آدم ها مشخص کنید وقتی میخواید مثلا دوست شین، نه اینکه بهشون بگینا، خب نه، ولی مثلا اگه موضوعت توی ذهن خودتون این موضوع رو مشخص کنید که اگه بعدن ولتون کردن یا چه میدونم پیام ندادن حتی حالتون رو بپرسن، خیلی واسه تون سنگین تموم نشه که وای مثلا من اینو خیلی دوست صمیمی میدونستم ولی اون اصلا نمیدونست. واسه همین میگم من اصلا ناراحت نمیشم واقعا آدمایی که میگم یه تایمی فوق العاده باهاشون صمیمی بودم ولی الان نمیدونم حتی دارن چی کار میکنن، یعنی کجای زندگیشونن، حتی پیام نمیدن، نه من پیام میدم نه اونا پیام میدن که حال همدیگه رو بپرسن، هیچی نمیدونم واقعا الان در مورد زندگیشون. و اوکی هم اصلا ناراحت هم نمی کنه این موضوع، چون میگم از اول موضوعم مشخص بوده. واسه من این شکلی بود که دوستای خیلی صمیمی و موندگار و اینامو من از مدرسه پیدا کردم و همچنانم هست، همچنانم باهاشون در ارتباطم و اونا رو دوستای صمیمی میدونم. نمیدونم، حس میکنم آدم هر چی سنش میره بالاتر سخت‌تر مثلا با کسی صمیمی میشه، دوست میشه. بالاخره مثلا میدونیم من و مریم مثلا 10 سال با هم دوستیم، درجه صمیمیتمون فرق میکنه با کسی که من شاید 2-3 سال مثلا میدونی باهاش دوست باشم، با کسی که خب مثلا 10 سال دوستی خیلی صمیمی، مثلا خیلی با هم صمیمی، یعنی بعضی وقتا من مریم خندمو میگیریم، یعنی دیگه خیلی ما دیگه داریم خیلی صمیمیم دیگه، مثلا اینجوری با هم حرف میزنیم. همینم آره اینجوری نمیدونم بحث چجوری کشید به اینجا.
الان یه هایی وسط یه ولاگی که من داشتم خریدامو نشون میدادم، نمیدونم یه ها بس کشید به اینجا، ولی خیلی حرف زدم حس میکنم. نمیدونم قرار اینا رو توی ویدیو بذارم یا نذارم، نمیدونم. اگه خیلی طولانی بشه شاید دوتا پارتش کنم، فعلا هیچ ایده ای ندارم. آره ولی حس میکنم این ویدیو خیلی طولانی شد، دیگه میرم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. دیگه همین، خدافظ.